حسن یزدانی در مقابل انور گدیوف فینال وزن 74 کیلوگرم المپیک 2016 بین دو کشتیگیر فوق العاده تراز اول این چهره انور گدیوف برای اینکه فینال برسه بکسود عبدالرحمنوف رو شکست داد، جبریل حسنوف رو شکست داد و جردن باروز آمریکایی رو شکست داد. در مقابل حسن یزدانی کستلی از هایتی رو شکست داد، دمیرتاج ترک و اوسربایف قزاق رو شکست داد. قرعه انور گدیوف روس برای اینکه به فینال برسه خیلی سخت‌تر از حسن یزدانی ما بود و تا فینال برسه زخم و زیلی شد. همین الان میتونید آثار مسابقات سختی که انور گدیوف داشته تا به فینال برسه رو روی چهرش ببینید. البته که تمام این باندپیچی و این زخم‌ها برای مسابقه خونینش در مقابل جردن باروز هستش. حسن یزدانی ما هم درسته که قرعه خیلی ساده تری نسبت به انور گدیوف داشت، ولی تا به فینال برسه یک امتیاز هم به حریفاش نداد. دو تا حریفش رو ضربه فنی کرد، ده هیچ کرد، یک حریف رو هم هفت هیچ برد و نشون داد که از همه حریفای این بر جدول یه سر و گردن بالاتره. به سبک و سیاق همیشگیش حسن یزدانی وارد تشک میشه در مقابل این روس فوق‌العاده کشتی بلد. انور گدیوف فوق‌العاده کشتیگیریه که فنیه چم و خم کشتی رو خیلی خوب بلده، دستاش فوق‌العاده کار میکنه. دسته حسن یزدانی خودش خیلی خوب کار میکنه، ولی انور گدیوف دستاش واقعا استثنایی کار میکنه. تا اینجای کار هر دو کشتیگیر خیلی خوب رو سر گردن هم دیگه دارن کار میکنن. حسن باید خیلی مراقب این روس کشتی بلد باشه. این از تک لحظه ها استفاده میکنه و زهر خودش رو میتونه بریزه. حالا یه پیش انداز از پهلو رو میاد اجرا بکنه. انور گدیوف اینجا خطرناکه، امیدوارم نتونه برسه به پشت حسن یزدانی، ولی متاسفانه میرسه و دو امتیاز برای انور گدیوف. یه غافلگیری با یه پیشانداز از پهلو به سبک بوایسار سایتیف تونست حسن یزدانی ما رو خاک کنه. حالا به خاطر خونریزی از ناحیه ابرو به بیرون تشک میره تا پزشک ایرانی این مسابقه، پزشک ایرانی این مسابقات در واقع دکتر بابک شادگان مداواش بکنه. روی توشک هم به نظر میاد که خون ریخته. این زخمی که ابروش برداشته به خاطر مسابقهش در مقابل جردن باروز هست. مسابقه خونینی داشتن در مقابل جردن باروز، بیشتر شبیه جنگ بود، خیلی کشتی تماشایی بود و در نهایت انور گدیوف تونست جردن باروز رو در یک مسابقه خونین و مشکل با حساب کار 3-2 شکست بده. جردن باروزی که همه کارشناسان، همه طرفداران کشتی معتقد بودن که بخت اول قهرمانی در این وزن جردن باروز هستش، ولی در دور دوم در مقابل انور گدیوف شکست خورد. انور گدیوفی که برای رسیدن به دو بنده تیم ملی روسیه در این وزن یعنی سارگوش رو شکست داد و الان هم جردن باروز رو شکست. حالا یه لحظه میشینه برای زیرگیری، تو یه غافلگیری یک بار دیگه متاسفانه حسن یزدانی ما رو خاک میکنه. این روس خیلی خطرناکه، حسن باید خیلی هوشیار باشه. تو ضد حملات خیلی این انور گدیوف خطرناکه. حالا میخواد حسن بارانداز بزنه که به هیچ وجه اجازه کار رو حسن یزدانی ما بهش نمیده. حساب کار تا اینجا کار 1:12 از تایم کشتی گذشته، 4-0 به سود انور گدیوف هست. حسن باید به سبک خودش کشتی بگیره و یک مقداری مراقب تر باشه. این کشتیگیر خیلی کشتیگیر زهرداریه. انور گدیوف جردن باروز رو خیلی زیبا شکست داد. کشتی بود که تا حدی انور گدیوف سوار بازی بود و جردن باروز رو شکست داد.
جردن باروز کشتی رو برد به سمت دعوا، ولی باز هم نتونست انبرگدیوف رو شکست بده. حالا حسن یزدانی زده زیر کتف راست انبرگدیوف میشینه که انبرگدیوف رو خاک بکنه، داور سوت زد. این اصلا معنی نداشت. اینجا یه کار داور میتونست 5 ثانیه اجازه بده اقلا ادامه پیدا بکنن. حسن یزدانی در حال اجرای فن بود. واقعا بی‌معنی بود این حرکت که داور وسط در این لحظه کشتی رو متوقف کرد. نظر من اصلا منطقی نبود. ولی یک بار دیگه به خاطر خونریزی از ناحیه ابرو انبرگدیوف میره نزد پزشک مسابقات. این دفعه دومی هست که داور کشتی رو متوقف میکنه به خاطر خونریزی ابروی انبرگدیوف. امیدواریم که یه جوری مداواش کنن که برگرده و دیگه کشتی متوقف نشه، چون حسن یزدانی ما سبک کشتی شوریه که مدام به حریفاش حمله میکنه، تمرکز حریفاش رو در طول یه دقیقه دو دقیقهی که مدام حمله میکنه تمرکز حریفاش رو به هم میزنه، نفس حریفاش رو میبرونه. اینجوری اگر که دیگه پی بخواد 30 ثانیه بار بره استراحت بکنه، کار برای حسن یزدانی مشکل میشه. این با سبک کشتی که حسن یزدانی میگیره منافات داره. امیدواریم که این بار که به زمین برمیگرده کامل دارن پیشونیش رو بانپیچی میکنن. امیدواریم که این دفعه معالجه اساسی باشه و دیگه کشتی متوقف نشه. یه مقدار هم حسن یزدانی ما کلافه شده به نظر. توی یک دقیقه 48 ثانیه حسن خوب دستاش کار کرد، ولی روی دو غافلگیری انبرگدیوف، گفتم اول کشتیگیریه که از تک لحظه ها استفاده میکنه این انبرگدیوف. کم کشتیگیری نیست. این سارگوش رو شکست داده، جردن باروز رو شکست داده. روزها خیلی روی این کشتیگیر حساب کردن و یه جوری طلای این وزن رو به خصوص بعد از اینکه جردن باروز رو شکست داد برای خودشون کنار گذاشتن. و این در مقابل حسن یزدانی ما هم به زعم بسیاری از کارشناسان کشتی پدیده تازه کشتی آزاده و ما خیلی امید داریم که حسن یزدانی به این مسابقه برگرده و بتونه 4 امتیاز اختلاف رو جبران کنه. حالا یه بار دیگه برمیگرده به وسط تشک و داور اجازه ادامه کشتی رو صادر میکنه. حسن خیلی جنگنده داره کار میکنه، خیلی خوب داره کار میکنه، دستاش به زیبایی هنرمندانه دستای حسن یزدانی داره کار میکنه. سعی میکنه به زیر کتف حریفش بزنه، ولی حریفش هم بسیار در کار کردن دست ها استاده. یه کلاس تراز اول از کار کردن دست ها رو داریم بین این دو کشتیگیر میبینیم. ولی حسن یزدانی ما خیلی داره جنگنده کار میکنه، خیلی داره بهتر کار میکنه. داوران میتونن یه اختار به انبرگدیوف بدن. دوباره کشتی رو متوقف میکنه. چه خونریزی شدیدی این بار، چشمش کاملا پر خون شده بود. این دفعه قبلی که رفت برای مداوا تایمر 1:48 بود، این دفعه 2:23، یعنی کلن 35 کشتی گرفتن اینا. بعد روند کشتی هم مشخص بود دیگه، یعنی 35 ثانیه اگه 30 ثانیه دیگه ادامه پیدا میکرد مسلما حسن یزدانی امتیاز میگرفت. سبک کشتی حسن یزدانی اینجوریه. ولی اینکه این 30 ثانیه یه بار بخواد بره کنار توشک و استراحت بکنه، این اصلا منطقی نیست. اصلا کشتی این شکلی نیست. یه اصل بسیار مهم، این هم همون لحظه ای که روی یه غافلگیری حسن یزدانی ما رو برای بار دوم خاک کرد. اصلا روال کشتی اینجوریه که یکی از اصول مهم کشتی نفسه. این که 30 ثانیه یه بار شما بخوای بری استراحت بکنی، اصلا نفس کشتیگیرها عیارش مشخص نمیشه که کدوم کشتیگیر نفس بهتری داره تا آخر کشتی میتونه استقامتش رو حفظ بکنه و بهتر کار بکنه. الان تا اینجا این دفعه سومی هست که
آقای انور گدیوف به خاطر خونریزی میره کنار تشک تا مداواش بکنن، هر بار هم قشنگ حداقل 2 دقیقه داره استراحت میکنه. حالا این بار امیدواریم دکتر بابک شادگان پزشک ایرانی مسابقات یه کاری بتونه بکنه، یه جوری این رو بالپیچی بکنن، مومیاییش کنن، اصلا هر جور میخواد باشه، فقط خون ریزی نداشته باشه. یا اگر که آقا خون ریزیش بند نمیاد، خب این کشتیگیر نمیتونه ادامه بده، باید انصراف بده. واقعا منطقی نداره که این بخواد 30 ثانیه یه بار داور کشتی رو متوقف کنه و این بره استراحت بکنه. حالا یک بار دیگه با اجازه داور وسط کشتی شروع میشه. حسن باید این 30 ثانیه که در این تایم فرصت داره یک لحظه نشست برای مچپا، برگدیوف مچپای حسن یزدانی رو خیلی محکم گرفته و متاسفانه داره به پشت حسن یزدانی ما میرسه. امیدواریم 18 ثانیه از اجازه نده، ولی متاسفانه به پشت حسن رسیده، هنوز خاک نکرده. 10 ثانیه من متاسفانه یک بار دیگه هم حسن یزدانی رو خاک میکنه و چه خونریزی داره. حساب کار 6-0. حالا باز خدا رو شکر الان خورد به تایم استراحت در واقع دو وقت کشتی و حالا بین در این 30 ثانیه در واقع میتونن خونریزی گدیوف رو دوباره بند بیارن که حداقل تایم دوم رو 3 دقیقه کشتی بگیرن. خونریزی کاملا اینجا رو داور چیز نکرد، اینجا رو داور متوقف نکرد، یعنی این صحنه دقیقا این اون صحنه بود که حسن داشت انور گدیوف رو خاک میکرد و داور به خاطر خونریزی گدیوف کشتی رو متوقف کرد. ولی این دفعه که گدیوف داشت حسن رو خاک میکرد، داور کشتی رو متوقف نکرد. حساب کار 6-0 به سود انور گدیوف. واقعا یعنی از صمیم قلب امیدواریم که خدا این انور گدیوف رو، پیشونی انور گدیوف رو شفا بده، این خونریزی این بند بیاد، 3 دقیقه دوتا کشتیگیر کشتی بگیرن و حسن بتونه ریتم کشتی خودش رو دنبال بکنه، بتونه به سبک همیشگیش و با جنگندگی همیشگیش کشتی بگیره و از این روس کشتی بلد امتیاز بگیره. حسن دستاش به خوبی هنرمندانه که داره کار میکنه میره و زیرگیری زیرو میگیره، زیرو میگیره حسن یزدانی و خاک میکنه. مرسی حسن یزدانی، حساب کار 6-2، 2 امتیاز میگیره حسن یزدانی، میره برای اجرای بارانداز که بتونه بارانداز رو بزنه، نتونست متاسفانه. بارانداز زدن به این انبرگیدی و پمپو خیلی کار مشکله. یه بار دیگه این داور کشتی رو متوقف میکنه، اینجوری که آخه دوباره نگاه کنید دقیقا اومدن 35 ثانیه 36 ثانیه کشتی گرفتن، دوباره رفته برای مداوا. حالا حسن یزدانی هم اعتراض میکنه، اعتراض هم واقعا داره، یعنی اگر که بخواد بدین شکل باشه کشتی، مربیان ایران هم اعتراض میکنن. اگه بخواد به این شکل باشه تا آخر بازی، این خب 3 بار دیگه میره استراحت میکنه، هر بار پر انرژی برمیگرده 30 ثانیه دفاع میکنه، دوباره میره استراحت میکنه. خب اینجوری که یعنی هر عقل سلیمی تشخیص میده که این کشتی نمیشه. حالا دکتر بابک شادگان میاد به رئیس توشک میگه که به نظر میاد که داره به رئیس توشک میگه که این کشتیگیر نمیتونه ادامه بده. منطق کشتی حکم میکنه که بازی رو تموم بکنن. کشتیگیری که انقدر خونریزی داره که نمیتونه حتی 1 دقیقه مداوم کشتی بگیره، باید انصراف بده. خب نمیشه که 30 ثانیه یه بار بره استراحت بکنه. ولی نو گفتن رئیس توشک را از مشخص بود، نوعی که گفت به نظر میاد. حالا داور وسط هم میاد با رئیس توشک صحبت میکنه، به نظر میاد دارن با هم مشورت میکنن، ولی نه، برگشته برای شادگان، برگشت که به مداوای انور گدیوف ادامه بده. رئیس توشک حرف بابک شادگان رو قبول نکرد
که انور گدیوف نمیتونه به این کشتی ادامه بده. شاید هم چون شادگان هموطن حسن یزدانی هست حرفش رو قبول نکردن. در هر صورت امیدواریم یه جوری دکتر شادگان یه کاری بکنه که خونریزی این بند بیاد، خونریزیش نریزه بیرون، نریزه رو توشک، نریزه تو چش و چالش که داور بخواد متوقف بکنه. کار برای انور گدیوف هم مشکله، یعنی کشتیگیری که انقدر خونریزی داره خب طبیعتاً براش کشتی سخته. این دفعه خوب بام پیچیش کردن، این دفعه اساسی بام پیچیش کردن، قشنگ مومیایی شد. امیدواریم دیگه از این بام پیچی صفر خون بیرون نزنه و این دو کشتیگیر حداقل 2 دقیقه با همدیگه ممتد کشتی بگیرن. یه میشینه برای زیرگیری انور گدیوف و تو ضد حمله حسن یزدانی خاکش میکنه، میره برای اجرای بارانداز و بارانداز رو اجران یه لحظه رو کرد انور گدیوف، امتیاز بارانداز رو به حسن یزدانی ما ندادن ولی امتیاز خاک رو گرفت به زیبایی تو ضد حمله. حسن یزدانی انور گدیوف رو خاک کرد، حساب کار 6-4، فقط 2 امتیاز دیگه حسن یزدانی میخواد، فقط 2 امتیاز دیگه حسن یزدانی میخواد تا کشتی رو ببره. پای حسن یزدانی رو در اختیار گرفته، اجازه کار رو به حسن یزدانی نمیده. البته که اگر هم که الان فکر میکنم دوباره اگر حسن خاک میکرد هم به حسن یزدانی امتیاز نمیدادن، چون ادامه حرکت رو داور سرپا هم میده. 1:35 باقی مونده و حسن یزدانی فقط 2 امتیاز میخواد. میتونه حسن یزدانی میتونه از این روس چغره بعد بدن امتیاز بگیره. یه لحظه دیگه میره برای زیرگیری، با خیمه سنگین انور گدیوف مواجه میشه، خیمه رو به خوبی مهار کرده، داور میتونه سر پا بده، داره انور گدیوف داره وقت تلف میکنه، داور میتونه سر پا بده، زودتر هم میتونه سر پا بده. وقتی که خیمه رو گرفته و کشتیگیر مهاجم هیچ عمل کردی نداره، هیچ کاری نمیکنه، طبیعتاً باید سر پا بده. 1 دقیقه فقط مونده حسن یزدانی، ما امیدواریم که به سهمیشه بزنه زیر کتف حریفش و یه خاک دیگه بکنه این انور گدیوف رو. فقط 50 ثانیه باقی مونده، حسن یزدانی ما، دلاور جویباری ما، میتونه این 2 امتیاز رو از انور گدیوف روس بگیره. باید با آب آتیش بزنه، باید بره برای زیرگیری. یه بار دیگه میزنه زیر کتف انور گدیوف، باز زیر رو میگیره، زیر رو گرفت، زیر رو گرفت، زیر رو به خوبی مهار کرد، زیر رو به خوبی گرفت، حالا کنده رو، مایه کنده رو گرفته انور گدیوف. باید مواظب باشه حسن یزدانی کندهش بالا نیاد، باید تبدیل بکنه به دوخم، باید بره. فقط 17 ثانیه فرصت داره، حالا میره برای رکبی رو کنده کشی حریفش، میره برای رکبی، اینجا خاک کرد، خاک کرد. 2 امتیاز رو باید بدن و میدن، 2 امتیاز رو دادن، حساب کار 6-6، 6-6 تمامه. مربی روسیه هم اعتراض کرده، به چی اعتراض کرده؟ خاک کرد تمام شد. ولی این اعتراض مربیان روسیه چی میشه؟ اعتراضشون مورد قبول نیست، اعتراضشون مورد قبول نیست. تمام، 3 ثانیه، 3-2-1 و تمام. حسن یزدانی قهرمان المپیک 2016 میشه. در لحظه آخر 2 امتیاز آخر رو از انور گدیوف روس گرفت. این کشتی حق حسن یزدانی بود. اگر که اینقدر این گدیوف نمیرفت استراحت بکنه، باور کنید حسن یزدانی خیلی راحت تر میتونست این کشتی رو ببره. هرچند که انور گدیوف هم کشتی گیره سوپر استثناییه، ولی از همون ابتدا مشخص بود که حسن یزدانی ما آماده تره، جنگنده تره. ممکنه که یه مقدار، حالا یه کارت زرد هم به کشتی گیر روسیه، به مربی روسیه میدن، بی دلیل داره اعتراض میکنه. من نمیدونم به چی داره اعتراض میکنه، که هوچی بازی علکی داره در میاره و کار تمام هست، کار تمام هست. حسن یزدانی ما مدال طلا رو از آن خودش کرده. اون امتیازاتی هم که گدیوف از حسن گرفت از روی تجربه گرفت،
واقعا روی غافلگیری ها دو بار حسن یزدانی، سه بار حسن یزدانی رو خاک کرد، دو بارش واقعا روی غافلگیری بود و دست حسن یزدانی رو بالا میبره داور وسط این مسابقه و حسن یزدانی خوش اخلاق ما هم و گدیوف رو هم در آغوش میکشه. کشتی فوق‌العاده نفسگیری بود حسن، در لحظه آخر بعد از 16 سال دوباره مدال طلای کشتی آزاد در المپیک رو برای ایران به ارمغان میاره و حالا همچنان مشغول مداوای انور گدیوف هستن، حالا میخوان دیگه بامپیچی هاشو باز بکنن. در 21 سالگی حسن یزدانی عزیز دل ما تونست مدال طلای المپیک 2016 رو کسب بکنه. خیلی خیلی ممنونم که تا آخر این ویدیو همراه من بودین. اگر که از دیدن این مسابقه لذت بردین حتما این ویدیو رو لایک کنین و اگر هم که چنل ما رو سابسکرایب ندارین ما رو سابسکرایب کنید. ما هر شب در حوزه کشتی و MMA برنامه‌های اینچنینی گزارشی و تحلیلی داریم. مخلص همگی، خدا نگهدار.